شاگردای نازنین سلام، امید است که جور و تیار و سرحال باشین با امید خوشی ها و خوشبختی های هرچی بسر شما. درس امروز خدا آغاز میکنیم، البته قسمی که میفهمیم سنف هفتم هستین، مضمونی که میخوانین مضمون تام کیمیا میباشه و موضوع درس آن خواص کیمیاوی اکسیژن میباشه. درس پنجم صفحه 63 و فصل 4. آداب آموزشی چی میباشه؟ از شاگردان یعنی از شما انتظار میره تا در ختم درس به آداب زیر دست یابند. 1. معادلات تعاملات اکسیژن را با فلزات و غیر فلزات تعریف نموده بتوانند. یعنی شما هم تعامل اکسیژن با فلزات و هم با غیر فلزات باید نوشته کرده بتوانید. طبعاً تعاملات ساده شد. 2. آشنایی آنها به مفهوم اکسیدشن و ریدکشن. شما باید در خلال از این درس تعامل اکسیدشن و تعامل ریدکشن بفهمید و تعریف کرده بتوانید. و 3. درک نمایند که اکسیژن ماده مومد اعتراق می باشد. یعنی هیچ چیزی بدون اکسیژن نمی سازد. پیش از این که من به ارتباط درس امرای شما صحبت کنم، اول یک سوال میکنم. میگم که آیا سوختن چوب یا کاغذ یا تکه یا رابر یا پلاستیک در عدم موجودیت اکسیژن هوا امکان پذیر میباشه یا نه؟ اینا رو شما چی میگین؟ امکان داره یا نه؟ نداره. بسیار خوب. یعنی اکسیژن مومد اعتراق است و هیچ چیزی، هیچ ماده بدون موجودیت اکسیژن اعتراق کردن نمیتونه یا سوختن نمیتونه. آنی میاییم ما شما به ارتباط درس گذشتان. درس گذشتان چی بود؟ اکسیژن بود. اکسیژن به شکل گاز بود؟ گفتیم که یک گاز بیرنگ میباشه، بیبوی میباشه، بیزایقه میباشه و یک بر پنجم حسی اول تشکیل داده و وزن آب 88.88% می باشه یا 88.88% می باشه، چون که بعد از عدد اشاری بعد از 88 می باشه. از او خاطر اگر خانه می خوانیم 88.88%. دیگه ای که شما یک تجربه که ما بر شما انجام دادم و شما تجربه رو دیدین و گفتم که این رکتاب شایتان یاد داشت کنین جریان تجربه را، یعنی هران چیزی که میبینین اون رو یاد داشت کنین. طبعا اون رو در خانه شما یاد داشت میکنین و روز آینده اون رو باز میبینین. خب آره، میاییم ما شما بالای خواص کیمیاوی اکسیژن. پیش از اینکه ما شما بالای خواص کیمیاوی اکسیژن گپ بزنیم، یک مرور بالای موقعیت اکسیژن میکنیم. خود اکسیژن در جدول پریودیک میبینیم که در کدام گروه اصلی موقعیت داره. ببینید من یک مختصر بر شما معرفی میکنم یا میگم. گروه اصلی اول، گروه اصلی دوم، گروه اصلی سوم، گروه اصلی چهارم، گروه اصلی پنجم، گروه اصلی ششم، گروه اصلی هفتم و گروه اصلی هشتم. اینا رو میبینید که خود اکسیژن در کدام گروپ موقعیت داره؟ گروپ اصلی اول، گروپ اصلی دوم، گروپ اصلی سوم، گروپ اصلی چهارم، گروپ اصلی پنجم و گروپ اصلی ششم. شما میبینید در صدر از این گروپ اکسیژن موقعیت داره. پس خود اکسیژن در کدام گروپ موقعیت داره؟ در گروپ اصلی ششم موقعیت داره. در گروپ اصلی ششم ببینید 1، 2، 3، 4، 5، 6 و پریود یا دوره، پریود اول و پریود دوم موقعیت داره. این همه خبر شما کفایت میکنه. آره، ما شما میاییم بالای خواص کیمیاوی اکسیژن. خوش شاگردای نازنین متوجه باشین، خواص کیمیاوی اکسیژن. گاز اکسیژن از لحاظ خاصیت کیمیاوی فوق‌العاده فعال می باشد، با فلزات و غیر فلزات تعامل نموده و اکسایدهای مربوطش را می سازد. اینجا هم گفته بود که معادلات تعامل اکسیژن با فلزات و غیر فلزات نوشته کرده بتانند. یعنی زمانی که اکسیژن یا با فلزات و یا غیر فلزات تعامل می کند، در هر دو صورت مرکباتی که می سازد
به نام اکسایدهای فلزی و اکسایدهای غیر فلزی یاد میشن. موضوع دیگر متوجه باشین، تعامل اکسیژن را با عناصر دیگر به نام اکسیدشن یاد می نماید. زمانی که اکسیژن با عناصر یا فلزات یا غیر فلزات تعامل میکنه، اینمی نوعیت تعاملش به نام یاد میکنن، به نام اکسیدشن یاد میکنن. فرض میکنن سودیم با اکسیژن تعامل میکنه، کلسیم با اکسیژن تعامل میکنه، لیتیم با اکسیژن تعامل میکنه. زمانی که تعامل میکنه، اکساید سودیم میسازه، اکساید کلسیم میسازه، اکساید مگنیسیم میسازه که اینمی تعاملاتش به نام یاد میکنن، به نام تعاملات اکسیدشن یاد میکنن. تعامل با غیر فلزات. اکسیژن با اکثریت غیر فلزات تعامل نموده و اکسایدهای غیر فلزی را تشکیل میده. با فلزات تعامل میکنه، اکسایدهای فلزی با غیر فلزات تعامل میکنه، اکسایدهای غیر فلزی را تشکیل میده. یک، اینال هر کدام از تعاملات میخوانید، یک دفعه تعامل با فلزات و یک دفعه تعامل با غیر فلزات اینجا میخوانید. یک، تعامل اکسیژن با سلفر. سلفر از جمله کدام عناصر بود؟ فلز بود یا غیر فلز بود؟ غیر فلز. بسیار خوب، از جمله غیر فلزات به حساب میاد. اکسیژن با سلفر در موجودیت حرارت تعامل نموده و اکساید سلفر یعنی سلفر دای اکساید را قرار معادل زاید میسازه یا تولید میکنه. اینا رو من تعاملش را بر شما نشان میکنم. سلفر حالت جامده داره، امرای چی؟ امرای اکسیژن. اکسیژن شکل چی رو داره؟ شکل گاز رو داره. زمانی که تعامل میکنه در موجودیت چی؟ موجودیت حراره. سلفر دای اکساید رو میسازه، S O 2. ای با کدام شکل تشکیل میشه؟ به شکل گاز. بسیار خوب، نامش رو نشان میکنیم. سلفر جمع اکسیژن تعامل میکنه سلفر دای اکساید. سلفر خود چیز یا غیر فلز میباشه؟ زمانی که با اکسیژن تعامل میکنه سلفر دای اکساید میسازه، یعنی اکساید غیر فلزی را میسازه. وقتی که میگن سلفر دای اکساید یعنی منظورش دو اکسیژن ها. سلفر، یک اتم سلفر امرای دو اتم اکسیژن یا یک مولکول اکسیژن زمانی که تعامل میکنه تشکیل یک مولکول سلفر دای اکساید چی میکنه؟ تولید میکنه. که و زمانی که خود سلفر به شکل غیر فلز باشه، پس اکساید مربوطی هم کاسر میشه، شکل چی داره؟ شکل غیر فلزی رو داره. این بود تعامل اکسیژن به امرای غیر فلزات. حالی میبینیم که دوام امرای کدام غیر فلز تعامل میکنه یا نمیکنه. اگر میکند باز مادلش را نشن. متوجه تخته باشین دخترای نازنین. دوم، تعامل اکسیژن با کربن. به نظر شما کربن فلز است یا غیر فلز؟ حالی میبینیم اکسیژن با کربن در موجودیت حرارت تعامل نمیده و مرکب کربن دای اکساید را طبق معادل زید میسازه. یعنی هرگاه ما کربن با اکسیژن تعامل بدیم تشکیل گاز کربن دای اکساید میکنه که خود کربن از جمله غیر فلزات به حساب میره. کربن حالت جامده داره، به همراه یک مولکول گاز اکسیژن تعامل میکنه در موجودیت حرارت و تشکیل گاز کربن دای اکساید میکنه که خود کربن هم از جمله غیر فلزات به حساب میره. پس هم سلفر دای اکساید و هم کربن دای اکساید از جمله چی میباشد؟ از جمله اکسایدهای غیر فلزی به حساب میره. دیگه سوم،
تعامل اکسیژن با فلزات. اکسیژن با اکثریت فلزات تعامل نموده و اکساید فلزات مربوطه را قرار معادله تولید میکرد. یعنی هرگاه ما اکسیژن با فلزات تعامل بدهیم، اکسیژن با فلزات تعامل میکنه و اکسایدهای فلزی را میسازه یا تولید میکنه. مثلا هرگاه ما سدیم با اکسیژن تعامل بدهیم، سدیم اکساید میسازه، یعنی سدیم حالت جامد داره، امرای اکسیژن حالت گاز داره، تعامل میکنه و تشکیل مرکب سدیم اکساید میکنه که خود سدیم اکساید شکل جامد داره. سدیم حالت جیره داره، جامده، به امرای اکسیژن تعامل میکنه حالت گاز و میسازه مرکب سدیم اکساید میسازه. خب کلمه یک تعامل اکسیدشن هم میباشد، این رو باز برای شما تعریف میکنم. خب یک سدیم داریم، دو سدیم، پس چی میکنیم؟ سدیم باید ضرب دو کنیم. فعلا یک دو نوشته میکنیم، یک دو نوشته میکنیم، میبینی که توزیع میشه یا نه. سدیم فعلا مساوی، چند اکسیژن داریم؟ دو اکسیژن. اینجا چند اکسیژن داریم؟ یک دانه. این دو خود شامل از این میشه، یک دانه داریم. پس چه میکنیم؟ ما اینجا دو نوشته کرده به این صورت نمیزنیم. چرا؟ برای اینکه فرمول غلط میشه. پس روی مرکب چه میکنیم؟ پس روی مرکب یک دو نوشته میکنیم. وقتی که دو نوشته کردیم، تعداد اتمهای اکسیژن با هم مساوی شد، دو اتم اینجا و دو اتم اینجا، اما تعداد اتم های سدیم چی شد؟ دو دو چهار شد. پس اینجا دو رو ضرب چند میگیریم؟ ضرب دو میشه که میشه دو دو چهار. سدیم جمع اکسیژن تعامل میکنه و مرکب سدیم اکساید میسازه. سدیم خودش فلز است و اکساید فلزی را تولید میکنه یا میسازه. به همین شکل هرگاه ما اکسیژن در موجودیت حرارت و رطوبت با آهن تعامل بدهیم، اکساید آهن چه میکنه؟ تولید میکنه یا میسازه. خب معادله را نوشته میکنیم، این رو پاک میکنیم برای اینکه معادله بالا نوشته شده تا اینکه کلتان ببینین. خب آهن جمع اکسیژن در موجودیت چی؟ موجودیت حرارت و این میسازه اکساید آهن. البته اکساید آهن دو نوع میباشد، یک نوعش اینجا قرشن میگیرد. خب آهن حالت فلزه داره یا حالت گاز داره و یا حالت چی رو داره؟ حالت جامده داره. آهن جمع اکسیژن تعامل میکنه و فیریک اکساید میسازه. فیریک اکساید یا اکساید سیورانسی آهن. خب اینا شاگردای نازنین بازی را توضیح میکنیم. خب میبینیم چند آهن داریم؟ یک آهن. اینجا چند آهن داریم؟ دو آهن. آهن فعلا ضرب دو میکنیم. خب فعلا تعداد اتمای آهن برابر شد. چند اکسیژن داریم؟ دو دانه. اینجا چند دانه داریم؟ سه دانه. پس چی میکنیم؟ این میسیره دستکش رو میگیریم، میاریم اینجا میشانیم و این دور دستکش رو میگیریم، میریم پیش روی مرکب نشان میکنیم. وقتی که نوشه کردیم اینجا دو سه شش و اینجا چی شد؟ اینجا دور اینجا میاریم. چهار منشانی کردیم، دو سه شش و دو سه شش و دو دو چهار. پس آهن ضرب چند میکنیم؟ دور ضرب دو میکنیم که چهار شد. این تعامل آهن به امرای چی بود؟ به امرای اکسیژن بود. یعنی هرگاه ما آهن به امرای اکسیژن تعامل بدیم، مرکب سه ولانسه اکساید آهن یا فیریک اکساید چی میشه؟ فیریک اکساید تولید میشه یا ساخته میشه. اینا نه بالای اکسیدشن و ریدکشن ما شما صحبت میکنیم.
بسیار ایره خلاص اکسیدیشن و ریدکشن تعریف های چندین تعریف داره. منطقه ما شما اما شکل سادش چی میگیریم؟ شکل سادش رو نمیشه میگیریم. اول اکسیدیشن تعریف میگیریم. میگیم هر مرکب کیمیایی که امرای اکسیژن تعامل کنه این امی تعامل ما برام چیاد میگیریم؟ برام اکسیدیشن یاد میگیریم. و هر مرکب کیمیایی یا هر عنصر غیر فلزی که با اکسیژن تعامل کنه این ما برام تعامل چیاد میگیریم؟ برام تعامل ریدکشن. یا وقتی که یک عنصر با اکسیژن تعامل میکنه این رو برام چیاد میگیریم؟ برام تعامل اکسیدیشن یاد میگیریم. و هرگاه یک عنصر با هیدروژن تعامل کنه این ما برام چیاد میگیریم؟ به نام تعامل ریدکشن و یا تعامل ارجایی یاد میکنیم. فرض میکنیم اینه میره نوشته میکنیم سودیم جمع اکسیژن میسازه سودیم اکساید. این تعامل رو برام چیاد میکنیم؟ به نام تعامل اکسیدیشن یاد میکنیم. یعنی دقیقت ما چی میگیم؟ سودیم الکترون میبازه اکسیژن الکترونش میگیره. و هرگاه فرض میکنیم نوشته کنیم که مگنیسیم با هیدروژن تعامل کنه میسازه MgH2. خب اینجا مگنیسیم چی میکنه؟ مگنیسیم دو الکترون میبازه و هیدروژن الکترونش میگیره که در اینجا باز هیدروژن چی میشه؟ اینجا سه پلاس و اینجا هیدروژن میشه منفی یک. یعنی هیدروژن همیشه الکترون میبازه دارای چارج مثبت یک میباشه، اما دو هیدرایت ها همیشه دارای چارج چی میباشه؟ دارای چارج منفی میباشه. مگنیسیم امروی هیدروژن، مگنیسیم هیدروکساید که تعامل به نام تعامل ریدکشن و یا ارجایی یاد میکنه. فقط یعنی ما قدر که پایت میکنه که شما یاد بگیرید. خب حال یک ارزیابی میکنیم. خود در قسمت خواص کیمیایی اکسیژن من شما سوال میکنم، شما جواب بدین. اکسیژن یک عنصر چی میباشه؟ فعال است یا غیر فعال؟ فوق العاده فعال. با چی تعامل میکنه؟ با فلزات و غیر فلزات تعامل میکنه. کدام مرکبات میسازه؟ اکساید های فلزی و اکساید های غیر فلزی تعامل میکنه. هرگاه با فلزات تعامل کنه اکساید های فلزی رو تولید میکنه و هرگاه با غیر فلزات تعامل کنه اکساید های غیر فلزی رو میسازه یا تولید میکنه. که البته شما چند تعامل شدیدین و ضرور نیست که دوباره تعاملات ما کار کنیم. تعاملش با تعامل سودیم که یک فلز است با اکسیژن دیدین اکساید سودیم ساخت، به همچنان آهن که یک فلز است با اکسیژن تعامل میکنه و اکساید سه ولانسی آهن میسازه یا تولید میکنه که از جمله فلزات به حساب میاد. به این شکل شما دیدین که سلفر که یک غیر فلز است با اکسیژن تعامل میکنه و سلفر دای اکساید که یک اکساید غیر فلزی میباشه این را تولید میکنه. خب تعامل اکسیدیشن ریدکشن هم به شکل بسیار ساده فهمیدین. درس امروز ما و شما در اینجا ختم میشه. منتها پیش از ختم من یک کارخانگی بر شما میشه. تعامل اکسیژن با فلز سودیم یک ماده و سلفر برای معادلات کیمیایی بنویسید. دو معادله است نوشته میکنین. اگر توزین کار داد توزین میکنین و در غیر از او به می شکل میمان شد. خوش شاگردای نازنین، درس امروز ما و شما در اینجا ختم شد. امید است که درس برای شما دلچسب و مفید واقع شده باشه. حتما دلچسبی زیاد داشت. به امید پیروزی ها و موفقیت های هرچی بشر شما خدا حافظتان.